چطور میبینش؟ از قیافه و حرکاتش معلومه که از خانواده اصیل و مال و ملک داریه. آره؟ مادر جون سلام، با میتاش سلام بهروز جون، سلام. خوشحالم، ببین دختر خانواده دار و اصیل کاملا از قیافش پیداست، بزرگواری از قیافش میباره. بیا بهروز، بیا، کارت دارم. در انتخاب زن سلیقت 100% بهتر از منه بهروز. واسه اینکه کاملا مطلب دستگیرت بشه یواشکی یه نگاهی به مادرت بکن. شما خیلی خوشگلی، خوش من اصلا انتظار نداشتم. گوش کنید، زیاد ناراحت نشین، حالا بازم شما طفلکه مامانه بود که تو انتخاب شوهر چقدر خیلی بالا برد. ای خدای من، ایوا ببین چی کار کرد، خدا لعنتت کنه ربابه، حواست کجاست؟ خانم جون باور کنین اینقدر این خانم خوشگله من بهتم زد، الهی دورش بگردم. اینا رو نگی چی بگی؟ آخه اصلا پذیرایی کار توه، مگه تو این خونه پیش خدمت قطعه که تو ورداری با این ریختت شربت بیاری؟ خیلی خب مهم نیست، اقلا یه امروز که زهرا رفته مرخصی باید اون دختر زیر بال تو رو که ناسلامتی مادرش هستی میگرفت. آخه میترسه از خانمیش کم بشه. بس دیگه مادر، جلو مهمون خوب نیست اینطور اوقات تلخی میکنی. من باید بدونم چی شده که آذر خانم اینقدر مهم شده. آذر نیستش خانم جون، نهارشه که خورد برای دیدن یکی از دوستاش بیرون رفت. معلومه آذر خانم بایدم برن گردش و تفریح. خب حالا زلزل نگاه میکنی که چی؟ برو یه دستمال بردار بیار که شربت ها به خورد و قالی نره. چشم خانم جون، ناراحت نشی، ما میگیم آب روشناییه، انشالله که به زودی دل همه ما روشن میشه. چه خوب بلدی ماسمالی بکنی، گفتم برو یه دستمال بردار بیار قالی رو خوش کن، بی سر و پاها. عرض کردم چشم خانم، اما از همه واجبتر اینه که اول یه خورده اسفند دور سر این خانم بگردونم بریزم تو آتیش که به جون یه دونه دخترم، به جون آذر، خدا میدونه میترسم خودم یکی چشمش زده باشه. چی شده؟ دیگه چی میخواستی؟ برای خدا اول استاد تملق و چاپلوسی هن، راشو خوب بلدن یه همچی آدم های نجیب و تحت تأثیر قرار بدن. اگه از من میشنوی دختر جون، انشالله سر خونه زندگی خودت که رفتی این یک کلمه حرف از من داشته باش که به نوکر و کلفت جماعت رو ندی. اینا آدم بشو نیستن که نیستن، فهمیدی؟ آدم نمیشن، آدم آدم نمیشن، بالاخره بهم نگفتی چرا حالت به هم؟ نکنه چون مادرم رو باور دعوا کرد بده تو میدم؟ نمیتونم، یه دفعه چشمم سیاهی رفت، بعدش نفهمیدم چطور شد. ممنونم بهروز جون، فردا به تلفن میکنم که فردا بی فردا بزن. من همین الان با پدر مادرت صحبت میکنم و قرار عروسی رو میذارم. نه بهروز، این غیر ممکن. غیر ممکن وجود نداره، من با تحت شده امروز از این معما سر در بیارم. آخرش چطور میشه؟ بالاخره نفهمیدم میترا تو منو دوست داری یا نه. اگه واقعا منو دوست داری چرا نمیخوای با من عروسی کنی؟ بهروز خواهش میکنم، من از روز اولم به تو گفتم منو تو نمیتونیم با هم عروسی کنیم، اگرم بخوایم حالا نمیشه، بذار من برم اروپا، شاید وقتی برگشتم، اما حالا نه. چرا حالا نه؟ چرا؟ چرا؟ به خاطر عشقمون از این سماجت دست بردار بهروز، خواهش میکنم عاقل باش، قول میدی؟ میترا تو داری دیوونم میکنی، به خدا دیوونم میکنی. نه نه بهروز، فردا شب هم دیگر میبینیم، قربونتو برم. میترا
میترا. خداحافظی نمی کنی؟ شب بخیر بهروز. نوشته اینه دیگه، هر کسی رو براش یه چیزی نوشتن. اونی که رو پیشونید نوشته نمیتونی تغییرش بدی، اما من تغییرش میدم. اگه سرنوشتی نه الان تو مشت من مامان. من این یکی دو روزی که به حرکتم مونده تمام حسای این خانواده رو زیر منگه نمیذارم. من به حرمت این لباس فقر و این عینک سیاه متانت آذر رو جلد کتاب میکنم و میذارم تو تاخچه که خاک بخوره. میدونی چرا ماما؟ برای اینکه به آذر، به وجود بیخاصیتش، به تقدیر شومش، به مادر بدبختش میخندم، تحقیرش میکنم. اما میتراها رو اصیل زاده میدونن، اونا رو میپسندن. حالا که اونا رو میپسندن، منم میشم یه میترای باقی و تمام لحظات این چند روزو با لذتهای زندگی پر میکنم. لذت، لذت، مست میشم و به عفت و دامن پاک آذرهای کور میخندم. میفهمی مادر؟ میفهمی؟ میخندم. اگه معنی لذت زندگی اینه همون آذر کور و پاک من باقی بمونی، بهتره تا میترای کسی که دیگرون بشی. اگه خوشبختی اینه، خدای بدبختی رو هرگز از ما نگیر. مادر، مادر جونم، ببخش، من خیلی خستم. بفرمایید بهروز خان. روباه خانم شما این؟ ببین زهره یا آذر اونجان، یا خودت بیا بالا لباسای منو ببر تمیز کن، واسه امشب لازم داره. رو چشمم آقا، همین الان من میرم. مادر نمیدونی چقدر لذت بخشی که میبینم اون داره از عشق میترا پر پر میزنی و من با غرور نگاش میکنم. سلامت کو دختر. سلام. این چادر سر کردن از مسافرت صحبتی آوردی؟ الو، ببینم میترا اونجانی؟ تشریف ندارم بهروز خان، به نظرم رفتن دنبال گذرنامه‌شو. ولی من با رفتن میترا زیاد موافق نیستیم، ولی پاشو توی کفش کرده و میخواد بره. در هر صورت هر موقع اومد بفرمایید به من تلفن کنید، دلم خیلی براش تنگ شده. چشم میرسی خان، حتما میگم بهتون تلفن کنم. مرسی، متشکرم. چیکار کنم که نره؟ چیکار میتونم بکنم؟ آذر؟ بله آقا. تو میگه چیکار کنم؟ دیگه کلافه شدم. از چی آقا؟ بها. پس من راجبه چی دارم صحبت میکنم؟ از دست این دختری که دوستش دارم و هر کاری میکنم و حاضر نمیشه پیش من بمونه. ببینم، تو میگی چجوری رامش کنم که از خر شیطون بیاد پایین و زن من بشه؟ والا چی بگم؟ جسارته آقا، شاید اون دختره دوستتون نداره. چی میگی دختر؟ اون من حتی بیشتر از خودش دوست داره. اگه به من علاقه نشون نمیداد، حداقل یه چیزی. خلاصه پاک دیوونم کرده. جسارت نباشه آقا، میگم. خب، حرف بزن، چه لال شدی؟
میگم شاید اون فکر میکنه شما کس دیگه ای هستی. ای داد بیداد، چرا چهرم میگی دختر؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ آخه تو خودت شاهد بودی که اون نامزد فرنگی رو، یعنی آخه تو که اونجا نبودی ببینی. از وقتی که اون زن فرنگی رو پرسادمش رفت دیگه با هیچ زنی رابطه نداشتم. به شرافتم قسم میخورم که جز میترا هیچ کسو دوست ندارم. هیچ کسو. راستی ببینم، تو میخوای بگی که میترا خیال میکنه من به جز اون کس دیگر رو دوست دارم؟ یعنی ممکنه آقا؟ نه، غیر ممکنه. میترا میدونه که من دیوونه وار میخوامش، میپرستمش. من میترا رو دوست دارم. 100 سال دیگم که بگذره جز اون کس دیگر رو دوست ندارم. حالا فهمیدی یا نه؟ خوش به حال میترا.